اینجا همه از انتخابات ریاست جمهوری میگویند. بلقیس عزیزی صاحب سلمانی میگوید به طور کلی جدا از اینکه چه کسی انتخاب شود، آینده مبهمی وجود دارد. والا امید داریم که خوب شود اگر تو بسیار تشویشناک است با کل گیر آسه واقعا چه خواهد شد دیگر هر کس که چی ایده دارند دا آینده دا یا کسایی که انتخاب بشنه دیگه مردم تشویش داره دیگه یا شو در دوران حکومت طالبان که از 1996 تا 2001 ادامه داشت زنان باید خود را از انظار دور نگاه می داشتند. بدون یک همراه مرد حق نداشتند از خانه بیرون بروند. در محل های عمومی باید سر تا پا پوشیده باشند و خیلی از آنها حق کار کردن در اجتماع را نداشتند. اکنون شرایط برای آنها بهتر است. اما همه از این نگرانند که رئیس جمهوری بعدی بخشی از این آزادی ها را از زنان سلب کند. بسیار مفکری عالی داشته باشه. ذهن خوب داشته باشه. بر خانم احترام داشته باشه خانم ها رو بگذاره که مثل ما کار کنه پیش بره یک مفکری نباشه بسیار انسان درست باشه کار, کار کنه باشه کیت کلارک مدیر شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید زنان افغان طبق قانون حق تحصیل و کار دارند اما در واقعیت اختیارشان هنوز در دست مرد هاست. Under the Taliban, women largely couldn't work unless they were in the health professions. در دوران طالبان زنان فقط در بخش های بهداشتی و درمانی حق کار داشتند الان طبق قانون زنها اجازه کار و تحصیل دارند مدرسه و دانشگاه میتونند برند تو پارلمان نماینده های زن وجود داره طبق قانون در پارلمان باید نماینده زن حضور داشته باشه اما در افغانستان هنوز تعصب خیلی خیلی عمیقی وجود داره نیروهای طالبان تهدید کرده بودند که انتخابات را به هم بزنند و حمله های اخیر در مرکز کابل و محله های نسبتا امن آن در واقع برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات بود اما زنانی چون بلقیس عزیزی میگویند وظیفه خود میدانند که در انتخابات شرکت کنند صدای آمریکا واشنگتن